چهار روز اینجا هم 500 من آیه دایی چکار کنه؟ آیه دایی رو نمیخواد. سلامتی تو زلد آقا. سلامتی من بگه به عشق پرسپولیس به خودم اومدم. بیمار لست دادم به مالا این بازی بعد میمونم. داوری مقصره، داوری باخت ما داوری بوده. چند تا پنار دگه به قول آمد اسم آمدی ما احساس آدم. این حق من نیست، من خرج آنشان گذاشتم میخوام یه بازی ببینم. امیده که ما رفت باختیم بازی ببریم. و بین این دوستان دانشجو هم بود، از ترکیه هم اومده بودن. به هر حال همونجور که عرض کردم نمیدانم 90 اساس انتخابش چه بوده و آیا برخی از صحبت‌ها منطق کل تماشاگران فوتبال ما هست. به هر حال یه مقداری متفاوت هست با تماشاگرانی که ما قبلا قدیما من تو استادیوم دیده بودم. احتمالاً انتخاب کردن اینو. استقلال با یه گل بازی رو برد. بالا از سمت چپ تو فرستاده میشه روی در یک زمین میرسه و توی دروازه، توی دروازه آرش برهانی حساب کار رو 1-0 میکنه برای استقلال. استقلال 1-0. کاش انقدر اوضاع احوال ما خوب بود، کاش حتی این سرماخوردگی رو هم نداشت فوتبال ما. سرماخوردگی که نبد میگه وقت ما راجب گل حرف میزدیم، راجب ورزش حرف میزدیم، یک بحثی در گرفت در این برنامه که حالا بالاخره گفتیم یه بخش ورزشی هم بررسی کرده باشیم. منتها اونم نه به خاطر بخش ورزشیش، به خاطر نحوه برخورد رئیس کمیته داوران با یه داور نخبه ما که تازه امسال بازنشسته شده و به عنوان کارشناس در این برنامه 90 آمده. من سعی میکنم توضیحی ندم، اما خودتون ببینید که چون ایشون رئیس کمیته داوران هست، مسعود مرادی که به نظر من او هم به هر حال رأی خودش رو نحوه صحبت کردنش رو میتونست یه مقدار محکمتر عمل بکنه، ولی حتی زمانی که مهمان برنامه وارد برنامه میشه، البته آقای مرادی اونجا هست، اون آقای عسکری میاد پای تلفن، آقای عسکری که خوابم بوده، فردوسی پور بهش میگه شما خواب بودید، میگه بله، حتی زمانی هم که از خواب میپره آقای مرادی دلش میخواد یه سلام به ایشون بکنه، این اشاره میکنه، آقای فردوسی پور بهش میگه که شما حرفی میخواستیم بزنید، میگه نه من میخواستم سلام بکنم و عید و تبریک بگم. آقای عسکری هم جواب بهش میده خیلی ممنون. نمیدونم حالا قهر بودن چی بودن، ولی به هر حال آقای مرادی احترامش میبایستی بیش از این حرفا باشه. عرض سلام و تبریک سال نو دارم در خدمت شما هستم. خواب بودید آقای عسکری؟ نه بله. خسته نباشید. الان ما این تصاویر بازی رو پخش کردیم آقای. حالا من توضیح بدم اون چیزی که ندیدید، بازی اصلا پرسپولیس که غلامرضا رضایی میگه منو نصف کردن، آقا چه پنالتی اینم یه همچین جملاتی بود پخش شد و یعنی شدیداً عصبانی بودم. آقای مسعود مرادی بودن نشون دادن، مسعود مرادی هم کارشناس. من نمیدونم که چه گذشته، ولی اون چیزی که جناب آقای فردوسی پور بنده در استادیوم بودم. نه راجب صحنه ها صحبت میکنه، مثلا نمیخوام راجب صحنه، من گفتم یه جون شما خواب بودید که در حینی که شما خواب بودید این اتفاق رخ داد. خواهش میکنم. بعد شما صحبت دارید مرادی؟ من میخوام خدمت آقای عسکری عرض ادب و احترام کنم و از سال نور خدمتشون تبریک بگم. خیلی ممنون. اگر موافق باشید جناب از که تصاویر رو با هم ببینیم آقای مرادی صحبت کنم، شما حالا بعدش ما به شما فرصت میدیم شما صحبت کنید تصاویر. و اما این صحنه، این صحنه درمش مفصل صحبت میکنه اینجا شدیداً قرار بذاره میگه من نصف کرد محمدی. آیا مرادی نصفش من کرد؟ من اعتقاد دارم بازی کن نگاه میخواد دیری بزنه، درست نامتعادله، ولی دروازبان بی احتیاطی میکنه بزن با پای چپش. اگر نگاه کنید ببینید مانع حرکت بازیکن میشه. این نظر شخصی من از دید تلویزیون دارم میبینم، خطا میبینم. یعنی میگه این صحنه داور بعد پنالتی اعلام میکرد؟ بله، چون توپ رد میکنه. و بعد آیا عسکری شما توی یه خبرگزاری جناب آقای فردوسی پور، اگه علاقمندان، البته هر کسی میتونه نظر بده، آقای مرادی هم میشون هم میتونه نظر بده، نظر خودشون رو، ما هیچ موقع نمیتونیم به اینو پای چپ ساق پای نه اجازه بدین آقای فردوسی پور جا. شما بحث تعادله. آیا آقای رضایی اصلا اینجا تعادل، آقای رضایی داره خودش میخوره زمین. ببینید آقای رضایی اینجا داره خودش میخوره زمین، یعنی اگر آقای محمدی هم بهش نمیخورد اون صاحب توپ اصلا نمیشد. حالا با دوباره بچه ها توپی بوده که بازیکن به دلیل اینکه توانش دیگه تموم شده و توپ از جدا شده، پاشو به صورت تک دراز میکنه و همین باعث میشه که نزدیک بشه به بازیکن و به بازیکن برخورد بکنه. اصلا چیزی به عنوان خطا اینجا دیده نمیشه.
یعنی شما میگید چون غلام رضایی تعادل نداشته؟ تعادل نداشته، بله. نه این تعادل داره روی زمین، نه اون تعادل داره. خب بذار مرادی ببینیم چی میگن. حالا آقای عسکری، من باشون هم عقیدم که بازیکن بهار قصیری استاد بنده هستم و مسئول ما هستم و قبول دارم که ببینید نیز میخوره اصلا بازیکن در منم قبول دارم بازیکن تعادل نداره، ولی من تو اونم نداره، مهاجم هم نداره. بازیکن شما مهاجم رو نگاه بکنید. آقای مرادی، شما دو دقیقه قبل گفتید که این پنالتی بوده زمانی که هنوز این آقای عسکری نیومده بود، بعد حالا ایشون اومده میگه من قبول دارم که تعادل نداره. اگه شما قبول کنید که تعادل نداره، در نتیجه صحنه پنالتی نیست. بعدم اشاره میکنید که در حالی که شما به ایشون سلام کردی، ایشون عید و تبریک گفتی و فقط ایشون به شما گفتش که خیلی ممنون. من نمیگم حالا ایشون چون بی ادبی کرده شما باید بی ادبی کنی، ولی شما هم اینجا اشاره میکنید که بالاخره ایشون استاد ما هستند و رئیس ما هستند و نظرتون رو چرا عوض کردید؟ ضمن اینکه من فکر میکنم این صحنه اگر فریم به فریم توی اسلو موشن برید جلو، احتمالاً حرف آقای عسکری درسته، اما در زمان انجامش با حرکت طبیعی، نه حرکت آهسته، بعضی از داورا سوت پنالتی میتونستن بزنن چون انقدر صحنه ناگهانی بود، بعضی داورا میتونن نزنن. برحال یه سوت 50-50 بیشتر بود، ضمن اینکه ضربه ای که غلامرضا رضایی به توپ میزنه در حالی که تعادلش داره به هم میخوره، توپ رو خیلی از پاش جدا کرد و من بعید میدونم که میتونست به توپ برسه حتی اگر برخوردی صورت نگرفته بود. اما بحث من این نیست، بحث من این است که آقای کارشناس برنامه، وقتی که هی کارشناس کارشناس هم میکنیم، شما نظری دادی از نظر دفاع کن، میگی من موافقم، بعد آخر سرم میگی بالاخره هر کسی نظرش محترمه، منم ممکنه اشتباه بکنم. اشتباه ممکنه بکنید، اما خب زمانی که نشستید در زمان داوری دیدید، توضیح براتون دادن، صحبت میکنید، به عنوان یه متخصص تشریف میارید به این برنامه. ادامه این بحثم ببینید. قبل از اینکه آقای مرادی هم میگه تعادل، آقای مرادی میگه نه، میگن تعادل نداشته ولی زده پای چپش. خب چرا آقای رضایی اونو زده؟ چرا اون زده؟ آقای مرادی ببین، آقای رضایی اونو زده.